درود و ارادت به یکایی که شما دوستان و عزیزانم در گرد و گرد این گیتی پهناور، من ایزد آنکی سومر هستم که امشب میخوام براتون احضار یکی از خدایان نکرونومیکون رو انجام بدم و چگونگی انجام مراسم تاروت و تاروتخانی رو از کتاب نکرونومیکون براتون بگم. نام خدایی که اون رو احضار خواهیم کرد و سیجیلش رو من توی این سینی نقره نوشتم و سیجیل رو کشیدم. همینطور که میبینید این سیجیل آماده است. جلو جلو این کار رو میکنم که وقت شما رو نگیرم. شمعی که میخوام برای این جادو بسوزونم، اون هم با سیجیل خودم و سیجیل خدای زیوکینا، خدای 14 از کتاب نکرونومیکون هست و با ورد اون. این را هم اینجا داریم. ما براتون یه نکته بگم در مورد فال قهوه. بهترین نوع فال قهوه، حالا قهوهش بماند تو آتیش درست بشه، تو زغال درست بشه، اینا بماند، مهم آبه. این مون واتر هست که من خواستم این رو به شما یاد بدم. مون واتر چی هست؟ شما یه ظرف شیشه‌ای مثل این رو از آبی که می‌خواید بنوشید پر می‌کنید، حالا چه آب معدنی چه آب هرچی که می‌نوشید، اون رو شب در زیر نور ماه قرار میدید در هر جایی که هستید و این انرژی نور ماه رو کاملا جذب می‌کنه و این میشه مون واتر یا آب ماه، انرژی ماه رو داره. و این رو حتما برای کارهایی که از آب استفاده می‌کنید، از آب ماه استفاده کنید. یه نکته دیگه که براتون گفتم دیگه میمونه چی؟ شروع کنیم برای احضار. ما همیشه در هر احضاری که انجام میدیم از آتش تازه استفاده میکنیم. مجموعی از فندک ها، کبریت ها، هرچی که دارید باید برای هر جادو فقط همون آتش باشه. آینه استفاده میکنم. من جادو رو در آینه اسیر میکنم. این هم سیجیل محافظتی هست، روی آینه کشیده میشه. میتونید از سیجیل های محافظتی در باورهای جادویی دیگه هم استفاده کنید. اینا رو تو ویدیوهای قبلی من توضیح دادم ولی بازم مجبورم دوباره بگم، چون خیلی از دوستانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن تازه وارد این کانال شدن. من امروز جنگل بودم، گیاهان معطر جنگلی رو چیدم به این شکل که میبینید، اونها رو دسته کردم کاملا. این گیاه ها رو نمیدونم تو ایران باشه یا نه، ولی تو اروپا هست. من اینا رو میذارم خوش میشه، یه هفته 10 بعد برای سوزوندن و دود دادن و ریکی، انرژی و پاکسازی استفاده میکنم. اینم خواستم بهتون نشون بدم. اینجا ما چی داریم؟ این شاخه کاج هست، درخت کاج، که این رو هم استفاده میکنیم برای ریکی و دود دادن. این هم یه ظرفی هست که شما میتونید در اون قرار بدید برای خاموش کردن و نگه داشتن این دسته‌ای که خوشبو هست و برای مراسم لازم داشت. مقداری از این شاخه ها رو میسوزونید، طبق معمول همیشه توی تکرار ویدیو هامون رو میبینید، تا اینکه عمل پاکسازی و دود دادن رو شروع کنیم. ما خب آب ماه که من براتون توضیح دادم، آب ماه آب خیلی خوبی هست برای جادو. دیگه این باید بسوزه تا اینکه شعله بگیره و ما بتونیم ازش دود بگیریم. کاج هم یکی از گیاهان باستانی و قدیمی هست که توی تمام جادوهای کهن استفاده می شده. من با جادوی کهن کار می کنم. حالا الان می دونم که مارکت ها چوب های دیگه ای آوردن و داستان های دیگه. خب هر جور دوست دارید. این شمع رو که الان میخواییم باهاش کار کنیم، شمع رو کاملا دود میدیم، اون رو پاکسازی میکنیم. آینه ای که داریم، آینه ای که میخواییم در اون جادو انجام بدیم، این آینه رو هم کاملا دودش میدیم و آمادش میکنیم برای جادو امشب. سجل هایی که شما دارید اون رو میتونید روی چوب های شبیه به این، این زیر لیوانی بوده، میتونید از این پشت برای سیجیل استفاده کنید.
اون رو هم کاملا دودش میدیم و پاکسازی رو روش انجام میدیم. هر وقت احساس کردین نیاز به دود بیشتر دارین، شعله رو بیشتر کنید و این کار رو انجام بدید. من تمام اینا رو البته مرتب در حال پاکسازی هستم. میبینید تو ویدیوهای قبلی ابزار من همینا هستن و من مدام اینها رو پاکسازی میکنم. زنگوله‌ای که احتیاج دارم برای صدا کردن هست، اون رو هم دودش میدیم. تمام محیط، حالا این آب ماه که خودش منبعی از انرژی های بسیار عالی هست، هرچی که روی این میز داریم. پیشکش من میوه است، سیجیل ها رو روی میوه میکشم چون گیاهخوار هستم و با قربانی و کشتار مخالفت دارم. و نکته ای هم که در تمام ادیان و مذاهب هست مال جادوه، جادو قربانی میکنه و شما در مذاهبتون قربانی میکنید، ولی خب من با این مسئله مخالفت دارم و قربانی نمیپذیرم. احضار منم همه با میوه و گیاهانه. خب اینم از این دیگه. قهوه‌ای که ما میخواییم در این فنجون بنوشیم، فنجونمونم داریم دودش میدیم که پاکسازی رو انجام داده باشیم. من میگم البته وسایل من همه پاکسازی شده هستن و موردی ندارن، ولی بازم من این کار رو انجام میدم که هم شما ببینید که تازه کار هستید و همین که کار ما خوب پیش بره. خب من یه بار دیگه آینه رو قشنگ دود بدم چون برای جادو استفاده میکنم مرتب این آینه رو. سینی سجیل رو هم باز من دود میدم. سجیلمون رو امشب میخوان زیوکینا رو احضار کنیم، خدای 14 از نکرونومیکون. خیلی خوب، همه چی به نظر اوکی میاد. من آب، شم، قهوه، ظرف قهوه و هر آنچه که در اینجا هست همه پاکسازی شده هند و این رو هم در این ظرف شروع میکنم. در اینجا من این وارمر رو هم آماده میذارم تا قهوه آماده بشه برای ادامه کارهایی که لازم دارم. زیوکینا، خدای 14 از نکرونومیکون. من شمعی که میخوام بر اون جادو رو انجام بدم، گفتم هر دفعه که جادو میکنید شعله و شمع که استفاده میکنید باید حتما جدید باشه، نباید از شعله‌ای که برای جادوی قبل و شمعی که در جادوی قبلی استفاده شده نباید استفاده کنید. شمعی تازه، شعله‌ای تازه و ما از این شعله تازه استفاده میکنیم. میتونید چند تا فندک داشته باشید، چند تا کبریت داشته باشید، بعد برای اینکه یادتون نره روی اونها بنویسید که برای چی بوده، ولی من رنگ ها رو به خاطر دارم. این آبی، این شمع رو میذاریم در مرکز آینه. آینه هم برای حبس جادو هست و قدرت بخشیدن به جادویی که انجام میدیم. گیبیلانو. اوکی، ما باید زنگوله رو بزنیم و 3 این رو تکرار کنیم. گیبی لانو، گیبی لانو، گیبی لانو، گیبی لانو. به تعدادی که دوست داریدم میتونید تکرار کنید، چون وقتی که موکل یا روحی و یا خدایان نکرونومیکانی رو میخواین احضار کنید یکم زمان بر هست، سریعا خسته نشین. من موکلین خودم رو دارم اینجا، برای همین سریعا میرم دنبال کاری که باید انجام بدم، ولی شما که اولین بار میخواین کار رو انجام بدید بدونید که زمان بر. گیبی لانو، گیبی لانو، گیبی لانو، گیبی لانو، گیبی لانو.